شهر نواکشوت پایتخت جمهوری موریتانی در شمال غربی آفریقا با مسائل بسیاری از جمله با مشکل بی‌آب روبروست. شما می دانید که شهر ما در ارتفاع زیر سطح آب دریا قرار دارد و هر سونامی کوچکی می تواند آن را به سادگی زیر آب ببرد. هیچ مجرای فاضلاب و امکان تمیز کردن شهر اینجا وجود ندارد و بنابراین آب راکت تمام سطح اینجا را فرا می گیرد. در بسیاری جاها می‌بینیم که آب راکت سطح آنها را پوشانده است و نبود لوله‌کشی و بهداشت باعث آلودگی جدی محیط و تبدیل به مکان مساعدی برای شیوع مالاریا می‌شود. بنابراین یکی از تهدیدهای مهم در اینجا گسترش شن‌های روان است که مناطق اطراف را در زیر خود دفن می‌کند. کمبود آب همچنین شهر را از کاشتن درخت و ایجاد مانع در برابر شنهای روان و بیابانزایی بیشتر محروم میکند. اما در بخش مدرنتر شهر که مخصوص طبقه بالای شهر است، مشکل آب به سختی بقیه مناطق نیست. همانطور که میبینید اینجا آب روان تمیزی وجود دارد که توسط خط لوله آب از رود سنگال و از طرف همسایگان می آید. در این قسمت از شهر مشکل آب و مسئله سیل در زمستان مطرح است، اما در بخش دیگری از شهر مشکل جای دیگری است. کمربند فقر این قسمت از شهر را در بر گرفته، یعنی جایی که قشرهای محروم و نیازمند زندگی می کنند. اقامت در اینجا رسمیت ندارد و مردم از امکانات بهداشتی و آب آشامیدنی برخوردار نیستند. به همین خاطر برای دست یافتن به آب ناگزیر از رفت و آمد مکررند. ما اینجا هیچ نداریم. آب را از چرخ دستی های خیابان می خریم. نه لوله کشی و نه شیراب. هیچ چیزی نیست. منابع آبی که توسط اتحادیه اروپا ساخته شده کیلومترها دورتر از اینجاست. مردم برای خریدن آب این فاصله را طی می‌کنند و ظرف یا بشکه آب خریده شده را با الاغ یا چرخ دستی به اینجا حمل می‌کنند. بعضی مردم حمل آب را برای خودشان شغل کردند و بعضی هم با آن تجارت می‌کنند. ما آب را بشکه حدود 14 سنت می‌فروشیم و دلال‌ها آن را به مردم 57 سنت می‌فروشند. یک ظرف آب 2.5 سنت است و فروش مجدد آن بیش از دو برابر، یعنی 5.6 سنت. اینجا 20 لیتر آب شیر حدود 5.6 سنت فروخته می شود و ما از این آب هم برای نوشیدن و هم لباس شستن استفاده می کنیم. هر روز صدها چرخ دستی مخصوص حمل آب در خیابان‌ها در رفت آمدند. تأمین هر قطره آب برای چنین جمعیت بزرگی از مردم مانند فراهم کردن هر قطره از زندگی برای آنهاست.